خدا رو شکر من همش فقط نگه میمونم که تو این نورا رو دوست داشته باشی خب سلام یه بار پرسیدم این سوالو که بگو سوالت بپرس اگه... نمیدونیم این خودش میفهمه که کدوم داره دخول میکنه از کجا و خروج بکنه نه نه اگه میکروفون بهش وصل بشه چی نه این فقط چیز داره خروجی دو تا رو داره خروجی یعنی اینطوری نیست که مثلا چهار تا میکروفون رو با هم میکس بکنه از یه جا بده بیرون نه دستگاه این کارو نه نه چه خبر دریف این ما فرزاد از دست دادیم متاسفانه با فاز طولانی قرنطینه آره با هم دکتر و دیگه مجبور شد که خوردی کافیه رو الان یاد بعد این گفتم فهمیدم ولی می‌خواستم صداش در نیاد آره مجبور داش میرفت دکتر و دیگه مجبور شد که بره و ما از دستش دادیم یه بگم قبلش هم هم صحبت کردیم دیگه خیلی جایی ناامنی شده خودکست آدم جرت نداره در مختلف صحبت کنه چون خانواده دو... نزدیک میشنون بعد میان به روت میارن جنجالی میشه آره مثلا چم جم... مثلا میگه آره با خانواده خود مهربون باشیم. مثلا مامانه ما زنگ میزنه چرا به من زنگ نمیزنی شما که تو اپیزود فلان برگشتی از چیزی گفتی سبیان. اینا رو باید, باید سله رحم بکنی بید. شما چی؟ سله رحم به جا میارن نمی کنن اون فعلش درست به جا میارن دیگه آره آلا رحم به نه درست کن فکر کنم من حالا مهم اینه که یه زنگ بزنید بله بله خلاص خواستم در جایین باشید دیگه این این مشکلات وجود داره و خانواده خیلی اینطوری که حرفایی که خودتون میزنید توی پادکست رو اجرا بکنید بگو بابا اونا پشت میکروفون زندگی واقعی میشن رو اجرا کنم که پشت میکروفون نمیشن گفتیم توی یه پادکست هم یعنی ما این که میگیم دلیل برای نمیشه که ما همه رو خودمون داریم اجرا میکنیم که اگه اجرا میکردیم زندگی <laughs> گیت <شود. laughs> زندگی ما الان متفاوت بود توی صحنه <laughs> که خواب بود خیلی عالی بود یه ها داشت بیداشت این, <laughs> این کارون داره به یه ویدیو اشاره میکنه توی توی یوتیوب که این ادای این اینفلوئنسر نه آنترپرنور رو کارآفینای حالا غیر واقعی رو دار داره در میاره و حالا من احتمالاً میذارمش توی خیلی خنده تلگرام یا همین تو یوتیوب توی این پایین الان لینکشو میذارم طرف کامیدیانه نه فکر کنم آره برای توی ویدیو شدم دیگه. نه نه اخی توی ویدیو شدم میگفته شوی مثلا فلانجا سلد اوت شده و اینا اه, اه نه صد در صد خیلی به حاله ولی خیلی دقیق نمیگفت بعضی چیزا رو یعنی مثلا بعض اون بوله هم میشه میگفت بیم دولی بیم دولی بیم دولی, دولی, دولی میرفت خیلی جالب بود آخرش هم باید تو ماشین بود که بریم سر اپیزودمون چیزی چیز نداریم بگین اصلا نه دیگه تو این تو هم تو چیز نه نه کارون برا... پاره کردی از بس گفت هوا <تصفح> آه 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 <تصفح> دو بار گفتم دیگه شما نه برای تو زیاده برای... چون یه بار بعد از تعریف کنی تمامش بگذری بره تازه حتی من به نظرم نبادم تعریف کنی از چیزی برای تو اینطوری باشه که بی احساس دیگه خیلی یعنی چون از نورمال بیرون واسه ما ناراحت تیم آره آره نگران اون بود لطیفمو که نشون دادم وقتی اسنشال اویلز رو گذاشتم تو خونه من به چرخ آهنگ طبیعت اینی که باید بزنی پشت گوشه دیگه که قشن جذب بشه سری بره تو مخصه آره. آهنگ طبیعت گذاشتم و شروع کردم بیتیت کردم و شعر خوندم اون موقع میفهمید که شعر چیه؟ داستان شعر اون لطیف دیگه که روحی وچه لطیف نشون بدم او برای اینکه وجه لطیفیشون نشون بدم شعر میخونه شعر از احساسات میاد از الهام میاد بابا طاهر مثلا بخونه اینا آها اوریان بریم سر بیزو دکمه ما رو میزنیم <متصفح> کشور سلام اینجا خودکسته یه پادکست <تصفيق> <تصفيق> خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبانهای برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهادم با ماست سلام متاسفانه فرزاد از دست دادیم فرزاد با هم میرفت دکتر برای همین مجبور شد که از جمع ما خدافزی بکنه و بره <applause> دوباره فرهاد به این اصل خودش پایبن بود و شروع کرد خندوندن ما قبل از اینکه این اپیزود شروع بشه ببخشید دیگه که من بلند خندیدم آره کلا خانوادگی اینطوری هم پدرشون رو ندیدین از دیدین آره پدرشون از همه واقعا تناس و کاش 50 درصد پدر بودی دو تنز کلا کاش 10 درصد پدر بودی حالا تو زندگی شروع کنید بگید <applause> بعد چیزی داریم بگیم من فکر کنم همینطوری هی بگیم که از کجاها میتونن ما رو بشنون آره من فهمیدم ما آخرش تو بجن که تلگرام و اینا رو بگی حالا اونا رو بگو ولی جایی که میشه شنیدم میخوای بگو آره ما توی تمام پادگیرها مثل اپل پادکست گوگل پادکست کاست باکس اسپاتیفای پادبین پادبین اینو اینو فقط تو پادبین ولدی دیگه جای دیگه هست که توی ذهنتون باشه من نگا هر نه سان کلاد نیستین سان کلاد بخاطر اینکه آر اس نمیگیره بعد خود اونجا منوالی آپلود کنی و پولی دیگه اصلا من بینات دیگه هر دیدنم دیگه آره دیدنم که یوتیوبه دیگه تمام اپیزودا به صورت تصویری تو یوتیوب یه چند دقیقه محتوای اضافه داره اولش آره مثلا این ما خندید کسایی که دارن میشنون خب در جریان نبودم ولی قبلش ببینن ما معلومه که یه جوکی به هم گفتیم آره یه زیم میتونم بگم. بگم ما فرزاد معمولا دکمه ها رو میزنه دیگه خب مهم. فرزاد اینطوری که مثلا میفهمه داره اپیزود شروع میشه دیگه میره اونجا وایستاده تا من مثلا بهش اشاره کنم زده من خیلی سخته که من بخوام صدای خودم رو بردارم و مثلا بشه بشه نه 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 نچسبه بهش که مثلا ب... بدون صدای من اپیزود شروع بشه که دیرتر آره الان آره این دیرتر زدن اینترو دین خدا رو شکر من راحت میتونم این دفعه ادیت بکنم حالا الان فقط اومد تو ذهنم بریم سر اپیزودمون ببینیم بفرماییت. که چی داری برامون بله. بفرمایید خدا رو شکر من کار می‌کردم تشهب... <applause> 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 بعد هی دیدم این حالا ددلاین خیلی نزدیک هم نداشتیم یعنی اونجوری فشار و وحشتناک نبوده و اینا هی دیدم که بعد. فکرم مثلا داشت میرفت این ور, اون ور. مثلا به این به این فکر به این اپ فکر به اون مثلا پیغامه فکر کنم به این کاری که مثلا اصلا میخوام بکنم فکر کنه اینا خیلی همونجوری هم همه ای بود توی ذهنم بعد داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوب که حالا دوران دبیرستان اینا که درس میخوندیم اون موقع که واقعا مثلا تمرکز لازم بود اینجوری نبودیم آه. یعنی من, من خیلی به این قضیه فکر میکنم اون موقع اگه قرار بود اینجوری میبودیم دیگه افتضاح بود اون موقع این تکنولوژی ها نبود دیگه یعنی الان ولی بچه هایی که الان دارن درس میخونن اینا رو دارن آره فقط هم تکنولوژی نیست من نگاه که میکردم دستم هم بازتر الان الان کاری که میتونم انجام بدم بیشتر نسبت به زمانی که داریو. اره آره میدونی الان مثلا من چون دارم کار میکنم یک میزنه مثلا شب اصلا پاشم برم مثلا یه شهر دیگه خب ولی حالا مثلا آره برم مثلا ولی وقتی که در بیرستمونیم این امکانات نبود هم تکنولوژی که قطعا ایمان میگه اون حالا بود ولی نه به این اندازه تازه مثلا اینترنت ایدی اس ال و اینا بود هم چیز دیگه همین که خب دست آدم بسته است ولی من میام دیگه همیشه به این فکر میکنم که اگه اون موقع قرار بود به این شدت آدم ذهنش پرش پیدا کنه هیچ کاری انجام نمیشه دیگه چون تمرکز واقعا لازمه بعد این یه دونه دومیش اینکه که مثلا رو که شما نگاه میکنید خیلی زندگی رو راستی داشتن دامستوار مثلا معمولا حالا خیلی قدیم تا اگه خیلی درس میخونن یه دیپلوم سری کار ازدواج زن دوم <تصح> حالا, حالا زن اولش بگیره <تصح> نه اول <بزن. تصح> آره کار <این سم تصح> <یا> <تصح> مثلا ازدواج بچه خیلی مسیر مستقیم و مشخص و آنجی. اصلا بی برو برگرد کسی سوال نمی کرد که این مسیر باید انجام بشه یا نه مسیر همینه خیلی راحت خوشحال اکثریت خوشحال خداش. حالا مثلا به زمان ما که رسید خب تو مثلا کنکور رو بده لیسانس رو که صد درصد بگیر حالا اگه خواستی مثلا فوق لیسانس بگیر یا حالا دکترا فلان بعد دیگه کار ام. خب بعد الان مثلا یه ذره حالا اینجا بیشتر نه توی ایران پیچیده تر هم هست ممکنه که مثلا طرف بگه من دیپلم بگیرم یه ذره کار کنم بعد برم مثلا لیسانس یا دیپلوم، اه. لیسانس کار بعد فوق لیسانس کاری که مثلا ایمان کرد یه عالمه مثلا آزادی عمل متفاوت آره گزینه مختلف اومده که حالا مثلا کدوم ما انجام بدیم نمیدونم اول درس رو تموم کنی ازدواج کنی وسط درس ازدواج کنی نمیدونم <applause> کار تو مثلا جاپاتو صفر کنی بعد میلود خیلی <applause> آخه متاسفانه تو ایران این آپشن کمه دیگه یعنی اینکه تو بخوای بری یه ذره کار کنی و دور بری دانشگاه اینطوری که انقدر اون کار ارزش پایینی داره متاسفانه انقدر بهش اهمیت داده نمیشه انقدر حالا دستموزی که داده میشه برابر خرجایی که وجود داره کمه آدم ها اصلا دلشون نمیاد برن یعنی میگن که من تو همین دانشگاه فعلا بمونم حداقل اسمش میشینی که من دانشجو آره حالا سربازی بس خیلی ایران و اینجاش نیست بحث زمانیه مثلا آره. ما با زمان پدرمون مقایسه کنیم اون خیلی مسیر سر سر بود حالا ایران پیچیدگی بیشتر هم داره پسر مثلا سربازی داره بله خیلی از دوستان ما هستن که هجباری. مثلا سربازی نران درس میخونن زبانی که درس میخونیم مافیات سربازی فرق داره دیگه نسبت به گذشته بود. خیلی سر بود راحت بود اصلا کسی سوال نمیپرسید من چیکار کنم مشخص آقا درس دانشگاه ازدواج مثلا بچه فلان بدون پرسش هم, هم اکثریت خوشحال این یه مورد دیگه کوبا که رفته بودم شما مثلا میخواستی برید غذا بخوری یا یه رستوران جای خیلی باحال بود مثلا دو مدل آخ غذا بود دو مدل مثلا جنس هر چی که میخواد هزار مدل نبود خیلی راحت بود اشاره میکنی به سوپرمارکت و چیپس دیگه من نگم آره اونا رو که چرا فکر کنم بعد هم تو این اپیزود میگی آره آه, اوکی شما منم نه چرا با هزار رو خودم گفتم آره. حالا خیلی راحت بود شما حق انتخاب محدود داشتید خوشحال بودید منم خیلی خوشحال بودم وطن دومم خیلی حال میده وطن شب. دومتونه کوبا یعنی این پاسپورت بدن میگیری رو آو. ما اونجا دوستینا دارم یعنی میشه واسه جور کرد یا میشه بله یه تتاک داشتم میدیدم آقای بری شوارتز می‌شناسی؟ نه نه دقیقا راجع همین موضوع روانشناس هستن راجع مفهومی صحبت می‌کنه به اسم The Paradox of Choice بله Paradox فکر گفتی Paradise نه Paradox of Choice یه کتاب هم داره که توی اون کتاب راجع به همین مفهوم صحبت می‌کنه که یه دارم فکرم ایمان گفته بود Why more is less در <applause> جایی مفهوم کلن صحبت میکنه یه مثال جالبی رو می میگه که قدیم آقا این تتاک اگه دیدید ایشون فکر کنم بد لباس ترین آدمیه که میتونه بره صحبت کنه یه لباس عجیبی پوشیده، خیلی با سواد با ولی <applause> یه لباس عجیبی تو این تتاک پوشیده اصلا باور نکردن حالا داشت تعریف کرد میگفتش که قدیم شلوار جین که میخریدن میگفت میرفتی یه مدل شلوار جین بود یه خیلی سفت و خشن و ناراحت ولی <applause> کار میکرد سالا میگو بعد مثلا کلی که میشستی و اینه این تازه مثلا یه نرم میشد شما یه دو راحت میشدی باید جواب میکرد آره بعد میگو رفتم مثلا بعد مدتی شلوار جیم بخرم بعد همچی داشتم نگاه که بعد خانمه آمد گفت مثلا سلیم فیت میخوای نمیدونم چی چی میخوای سکینی می هزار تا مدل بهش گفته فلان بعد این بهش گفته که ببین من همونی که شبیه قدیمی ها رو میخوام بعد میگه خلاصه من یه چند ساعت اونجا بودم و هزار مدل شلوار مختلف امتحان کردم می گفت آخرش هم چیزی رو که انتخاب کردم دوست داشتم دوست داشتم آه داشت. رضایت چیزی رو که انتخاب کردم خیلی راحت تر از شلواره بود که مدل قدیم می خریدم. خب ولی ام. یه نارضایتی توش بود چرا چون می گفت ارخی. ذهن من همش به این بود که حالا من اینو انتخاب کردم اینقدر راحته فلان آپشن دیگه هم شاید مثلا راحت تر از اینو شاید فیت بهترش فراد داره اصلا آره خب میگفتش که قدیم یه دونه بود ناراحت بود شلوار راحتی نبود ولی راضی بودی خوشحال بودی قدیم آدم درسش رو میخوند دیپلم کار راحت اصلا پرسش نمیکرد الان برای ما انقدر مسیرهای مختلف هست هر کدوم هم که انتخاب کنی باز ناراحتی شاید من مثلا فلان مسیر رو انتخاب کرده بودم یه حس رضایتی بیشتری داشتم آره ایشون میگفت حالا من اومدم شلوار جین راحتی اون چیه شلوار جینه لیست خریداست که باید ببریم واسه خونه از شونه ها نداری که اینجوری شاید باید نشوید تو در ماشینم هست بله بعد میگو با اینکه که شلوار راحت بود ولی یه نارضایتی توی من بود بعد توی این تتا که مفهومی رو مطرح میکنه میگه که خودش میگه اسمش اینو گذاشته میگه Official Dogma of Industrialized Societies داگما همون دوگمه که ما تو فارسی میگیم میگه که یه یه مفهومی توی حالا جوامع صنعتی غربی هست میگه که اینا میخوان رفاه رو بهینه کنن بیشینه کنن خب میگن از چه طریقی میشه رفاه رو بیشینه کرد از اینکه آزادی داد به آدما از چه در طریقی میشه آزادی داد به آدما از طریق اینکه انتخابشون رو زیاد کنن حق انتخابشون رو زیاد کنن خب درست پس حق انتخاب زیاد آزادی میاره آزادی هم یعنی رفاه بیشتر که ایشون میگه این مفهوم غلطیه این حق انتخاب بیشتر لزوما آزادی و رفاه بیشتر برای شما نمیاره میگه بعد اون قضیه شلوار جین اصلا میگه واسه اینکه نه واسه اینکه بره جوابشو به خودش بده میگه رفته این کتابه رو نوشته بعد اون قضیه چی توضیح بده به خودش آقا چی شد اون موقع که ما یه ناراحت داشتیم خوشحال بودیم الان که یه چیز راحت داریم خوشحال نیستیم خب بعد آزمایش سوپرمارکتی که ایمان گفت ما قبلا هم توضیح دادیم اینو آزمایش کردن مثلا آدما رو میفرستن توی سوپرمارکت فرض کن مثلا بهشون میگن شما برید سس بخرید 15 مدل سس میشه سس ماس میذارن خب آها ببخشید من فکر کردم راجر کوبا میخوای سوپرمارکت رو بگی والا اینو که آره آره بعد بهشون میگم مثلا از بین 15 تا یکی رو انتخاب کن خیلی سختشون نمیتونن در که اگه همونجا فقط دو تا سوپرمارکت دو تا باشه راحته این قضیه کوبا ما خیلی راحت بود آزمایشو انجام دادم صندوق بازنشستگی به اینجا مثل ایران شما کار که میکنی یه مقدار پول میریزی توی صندوق بازنشستگی بعد که بازنشست شدی از اون در میاری و خرج می‌کنی زندگی می‌کنی بعد میگه که دیدن که وقتی که آپشن مختلفی در اختیار آدما میذارن که در واقع سبد ETF حالا میچوال فاند ETF یا در واقع اون سبد سهامی رو که میتونن از بینشون انتخاب کنن آدما میگه تعدادش که میرفت بالا به ازای هر مثلا اکس نامبری که زیاد میشد میزان مشارکت آدما مثلا اینقدر کم میشد تعداد آدمایی که مشارکت میکردن کم میشد یعنی حق انتخابشون رو که بیشتر میکردن چون فرض اینه که حق انتخاب بیشتر آزادی میاره آزادی رفاه بیشتر میاره حق انتخاب, انتخاب بیشتر هزینه رو میاره پایین تر دیگه یه جورایی یعنی مونوپولی نمیشه دیگه اینم این, هم، این هم مهمه توش آره این آزمایش حالا بیشتر داشتن رفتار خود مشتری رو تحلیل میکردن میگفت برعکس میشد به جان که رفاه بیشتر بیاره داشت رفاه کمتری می آورد این آزمایشی که انجام شده و داستان چیه داستان اینه که همین وقتی حق انتخابت زیاده تو مدام فکرت به اینه که حالا مثلا من اینو انتخاب کردم اگه فلان چیزو انتخاب کرده بودم قرار بود چه اتفاقی بیفته <applause> اون شلواره اون موردی که فرهاد داره میزنه تو سر خودش یزی بگم نگه. موقعی که حالا تو دیگه انتخاب میکنی مخصوصا حالا من توی تکنولوژی و این چیزهای مختلفی که حالا میخرم و نمیزن میگم اصلا آدم جیگرش آتیش میگیره اصلا موقعی که میخواد بین دو تا دستگاه انتخاب بکنی اون یه سری خوبی داره این یه سری خوبی داره این واقعا سخته که بخوای انتخاب بکنی ببینی کدومه اگر که موقعی که یکیش میخری همیشه تو پس ذهنتی که من اون به اون اگر که اون آرام داشتم خیلی خوب میشد همیشه ناراضی دیگه متاسفانه دقیقا همینه دیگه میگه وقتی حق انتخابت زیاده میگه خیلی راحته به ویژگی چیزایی که نخریدی فکر کنی مهم. تا اینکه به ویژگی چیزی که خریدی درست نه این دیوونه میکنه این تو رو از تو میخوره تا اینکه به مرز تو جنون. برسی و ایشون خیلی کلید خوشحالی رو به شما ارائه میده میگه چیه پایین آوردن سطح توقع آه. توی تتاکشون میگه که این برمیگرده پایین آوردن سطح انتظار که این برمیگرده به همون اپیزود کمالگرایی هم که گفتی میگه اونجا حالا تو میخوای چون ها یه وسیله رو بخری لازم نیست خودتو خفه کنی دیگه بهترین ممکنه رو بخری تو از تو میاری پایین و راحت دیگه اون چیزی که انتخاب کردی رو باهاش خوشحال میتونی زندگی همین همین این دکتر رو توی اون چیز میگه ولی کلا چیزی که هممون باهاش درگیریم دیگه که این حق انتخاب زیاد داشتن اذیت داره میکنه ما رو واقعیتش این از اون طرف هم هست میگه خیلی از کشورها هستن که مثال این قضیه که حق انتخاب کم هم اذیت کننده است سطح رفاه میاره پایین و مثال بزنم از این من هم بیمه اینجا دیگه اینجا توی بیسی حالا بیمه ای که وجود داره بیمه ای ماشین رو بخوایم بگیریم فقط یه دونه کمپانیه که ما رو دولته و اینا که ورشکست از کمپانیه تقریبا ورشکست هست که اونا فقط تعیین میکنن که شما به عنوان یه حالا کسی که راننده هستی چقدر باید بیمه بدی و هیچ کارش هم نمیتونی بکنی اگر که میخوای ماشین داشته باشی اینا مونوپولی کردن این کارو و باید بری پیش اینا و تنها همیشه درگاهیه که به مراتبم چیزشون بالاتر دیگه هزینهشون بالاتره از بقیه جاهای حالا از بقیه حتی استان شهرهای نزدیک ونکوور بعضی هستن میرن توی استان دیگه ماشینشون رو بیمه میکنن میان حالا با دو دوز و چیزشون... کلک یعنی کار درستی نیست دوز و کلک خاطیشه ولی خب میرن این کارو میکنن و فقط به خاطر اینکه سطح اون چیز خیلی پایینه دیگه اون رقابت, رق... خب. رقابت که اصلا وجود نداره و همین چیزی که کارو میگه صادق اینجا آره یعنی تعداد انتخابتون هم پایین باشه باز کیفیت زندگی میاره پایین خیلی هم بالا باشه میاره پایین حالا این چیزی که ایمان گفت توی غرب یه کاری میکنن دواپولی بهش میگن به جای مونوپولی دو تا. مثلا مثالاش پپسی و کوکاکولا این دوتا یا چرا مثلا توی پردازنده ها نگاه کنی اینتل داریم و AMD دی. بگی دیگه چیا داریم دواپولی و ای ام دی. حالا آی و اندروید مثلا مثلا آره مثلا الان سیستم عامل قالب روی گوشی حالا این دو تا یه دو تا رو میندازن توی رقابت ما هم مثلا توی سیاست حزبایی که دارن توی آمریکا چپ مثلا و راست <applause> حالا چپ راست و که کلیه مثلا اونجا دموکرات و محافظه کار دارن بله این در مقابل همون مونوپولیه ولی حالا به صورت کلی داستان اینه که انتخاب خیلی کم بده انتخاب خیلی زیادم بده بعد این نقطه بهینه‌ای این وسط باشه که اون نقطه بهینه کجاست هیچی نمیدونه آه. اون نقطه بهینه رو <applause> هیشگی... بگم شاید فرق داره توی هر پروداکت یعنی نقطه بهینه توی موبایل شاید متفاوت با بیمه آ... و چیپس آره حالا توی پروداکت فرق داره به آدمش هم خیلی بسته از جلوتر <applause> میخوام راجع همون صحبت کنم بعد خیلی جالب این آقا اشاره میکرد میگفت توی اون مشکل شلوار جین که وقتی حق انتخابش زیاد شد نارضایتی به وجود اومد خیلی راحت بود قضیه تحلیلش میگفت قدیم چرا من خوشحال بودم به خاطر اینکه اگه شلوار جینه مثلا ناراحت عذاب در می مشکل مشکل از کجا بود تقصیر کی بود تقصیر دنیا بود که یه مدل داره شلوار جین تولید الان که هزار مدل شلوار جینه اگه حالا ناراحت باشه مشکل از کجاست مشکل از خود آدم است دیگه از اونجا به بعد میشه مشکل خودمون که ای بابا مثلا من اگه آره ای به جای بی انتخاب کرده بودم زندگی بهتری داشتم مثلا کیفیتش بهتر بود و حالا اگه مشکلات کمال گرایانه هم داشته باشه اون فرد دیگه شروع میکنه خودخوری کردن و وارد مقوله شک دستوری میشه دیگه اونجا به بعد شروع میکنه به همه چیز شک کردن و تلاش میکنه که سری بعد انتخابی رو که انجام میده اشتباه قبلی رو توش نکنه خواه. و اونجا یه سری اشتباهات جدید میکنه بعد دیگه میافتی توی یه گردبادی که همینجوری سپایرل میری پایین و خیلی بیخود میشه قضیه برای همینی که شاید مثلا میگن که ویژگی مدیر موفق اینه که مثلا فرض کن شما مدیری یه جایی میخوای انتخاب کنید چه پروژه انجام بدی اگه 10 تا گزینه میذارن چه لوت میگن مدیر موفق خیلی راحت هم اول مثلا 6 7 تا گزینه ای که به درد نمیخوره در جا حذفش میکنن این کیفیت در واقع کاری که تیم میتونه انجام بده رو میبره بالا چون حق انتخاب که زیاد باشه اینو به مشکل میخوره ولی تو بلافاصله اگه این قابلیت داشته باشی که اونایی که به درد نمیخوره بذاری کنار یه چند تایی که واقعا میتونه به درد بخوره بعد تحلیل تحلیل مختلفی هست انجام بدی بین اون چند تا گزینه که موندن خیلی بهتر از که تا از همون اول یه عالمه مثلا گزینه مختلف داشته باشی اصلا ندونی باهاش چیکار کنی همه رو بخوای با هم مقایسه بکنی آره دیدی مثلا اینجا هتل آینا که می‌بینی مثلا 200 تا شبکه داره قدیم مثلا ماهواره بس می‌کردی هزار تا شبکه مثلا نمی‌دونی بعد باهاشون چیکار کنی تازه هم هیچ وقت بیشتر از یکی دو تاشو نمی‌دیدی خب بره. ولی حق انتخاب زیاده دیگه مشکل زا میشه بعد این قضیه حق انتخاب زیاد خیلی جاها هم میتونه اتفاق بیفته ما اگه خوش شانس باشیم حق انتخاب زیاد رو برای مثلا مسئله تحصیلی داریم کدوم دانشگاه بریم خب مم. یعنی بتونیم مثلا از بین سه تا دانشگاه انتخاب کنیم بریم سه تا سه چهار تا رشته مختلف یا توی کار کردنمون داشته باشی بتونیم کار A رو بریم بیو بریم سیو. این این جاهایی که شما خوش شانس میتونی باشی یه ذره بدشانس اگه باشی مثلا حق انتخاب زیاد توی مثلا رابطت اگه باشه اونجا مثلا یه عالم گزینه جلوت باشه و بخوای بین اونا انتخاب کنی اینجا جایی که دیگه فرسایشی میشه چرا؟ سخ میشه دیگه آره یه مقدار برمیگرده به همون قسمت قبلی که ایمان صحبت کرد مثلا توی همون قضیه اینکه درسش ول کنه بره وارد بازار کار بشه اونجا راحت بود ام. تحلیل کردن اینکه من چی کار کنم کدوم به نفهمه من اونجا هم پرسیدم ولی شما توی قضیه حالا چونم رابطه انسانی که بخوای باشی یه چیز بلند مدته دیگه کوتاه مدت نیست همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده و تحلیل کردنش خیلی سخته یه عالم فاکتور مختلف هست که با تقریب خوبی مای که توی سنده کم هستیم نمیتونیم آینده رو ببینیم که مثلا من چه تغییری میکنم اون چه تغییری میکنه اصلا چه انتخابی خوبی یا نه بعد دیگه بری بیفتی تو این فکرها دیگه ته نداره دیگه خیلی انتخاب سخت و پیچیده میتونه بشه و بهینه سازی این قضیه هم اصلا کسی نمیدونه هیچ راه براش نداریم امروز ولی برگردیم به اون که اون نقطه بهینه کجاست تو گفتی مثلا برای موبایل اینه برای فلان این قضیه شخصیه خب یعنی هر شخص باید بتونه برای خودش مثلا در بیاره که کجا براش بهینه است یعنی کجا اونقدری کمه که بهش آسیب میزنه حق انتخاب چه نمیدونم شما فرض کن میخوای بری چون یه سرویسی رو بگیری مثلا اینترنت میخوان بیاد بر واسه اگه تو فقط یه گزینه داشته باشه مثلا بیمه ای که ایمان زدی بده برای ما یه بیمه است خیلی هم گرون سرویس خوبی هم ارائه نمیده ولی مثلا میخوای بری اینترنت بگیری سه تا چهار تا گزینه داشته باشی بین اونا مقایسه کنی این خیلی بهتره حالا اینو شما میتونید تعمیم بدین به چیزهای مختلف مثلا میخوای برید اه... موبیلتر جدید بخری موب بخری نمیدونم بگو فراد چه چرا همه الان کل زندگیم داره میاد بگو یه چند موبلو اینا خونه بب... ببینی هر... اجاره کنی بخری ماشین ببینی بخری من عد... دا... گفتی عدد چیه واسه خودم بعد از سه رسیدم سه, سه تا که داشته باشم عالی بانک بری چه حسابی باز کنی کدوم ایتیف رو بخری تو از اینا که میری جزئیات دونه من دون من میخوام هم. حالا یکم بحثا که تموم شد ش... از خودم یکم شروع کنم آه. از خودم حالا نمیگه آخرش آه. من, حالا یه دیگه هم در مورد این چیزای کامپیوتریه این مشکلش بعضی موقع اینه که تو ایزی و میخری باهاشم راضی مثلا یه هفته بعدش ابسولیت میشه جدیدش میاد حالا اینجوری بیشتر من تی, تی سی 80 میگم آره اومد اصلا نمی دونستی قرار بیاد انویدیا آره انویدیا یه زی اصلا آبسوریت شد من نمیستم دا داره میاد ولی من خبرش خوندم که اومد و یا مثلا دماد پروسسور اپل شنیدی؟ نه که اپل داره پروسسور از اینتل داره میکشه بیرون آره یه چیز ای ام دی داره میره نه خودش میخواد بزنه یا یه چیز کمپانی اروپایی آره یه, یه کمپانی که توی یوکی آره،, آره داره فقط برای اپل دیگه میزنه آره دیگه میخوان پروسسور خودشونو بزنن و میگن حالا دیشب دیروزشم با پدرم صحبت میکردم قراره که دو برابر از چیزی که الان دارن سریعتر باشه با همون هزینه ولی با این من میگفت میگفت که اگه قرار بود من از سی سال پیش کامپیوتر اپل دارم و اینا هر موقع از ریلیس کردن قرار بود دو برابر مثلا قبل بهتر داشت. از قبلی, باشه. اگه بود الان بعد دو به توان سی اینا بهتر از قبل میموندن که واقعا نیستن اون اپلیکیشن هایی که میاد به مراتب همون نیازی که به حالا پاور زیادتر دارن هم داره بیشتر میشه ولی از اونورم حالا این چویس ها وجود داره ولی انقدر این چویس ها سریع عوضم میشن که از اون میتونه اذیتت بکنه دیگه همین این آبسولیت شدن تصمیم هایی که میگیری توی بعضی از پروڈاکت ها اونم میتونه یه فاکتور دیگه باشه چقدر که کردی؟ زیاد نمود عددش به من همینو برای همین به تو گفتم اون چیز رایانش ابری اکلاو رو انتخاب کنی چون اون به تو گارانتی میداد که سی برات نصب کنه کی چیو؟ گفتم یه سیستم کلاودی هست که تو یه سابسکریپشن میدی به جای اینکه پی سی رو تو خونت داشته باشی روی کلاود داری و اون گارانتی شده به روزترین کار گرافیکی و بچه ها حساب کرده بودن توی سه سال هزینه که برای اون کلاود میدی اندازه یه کامپیوتر شخصیه که تو در هر صورت بعد سه سال باید عوضش کنی آره ولی یه چیز داره یه لیتنسی داره که به دردم کاری که حالا عددشو در گیمرای ای ازش استفاده تو با اینترنت تو قطعا میشد حالا مهم نیست که الان تو حالا نریم تو این قضیه آره دل بچه‌ها همین توی اتاق کناری این دوست عزیزمون میشتم الان ناراحت میشه تو نیستن ازم اسکرینش رو تغییر میده به نظر من حالا فرها گفت عددش سه به نظر من خیلی به شخصیت و سبک زندگی آدما هم بستگی داره که اون نقطه بهینه رو پیدا کنه خب یه وقتهایی ما حالا چون عادت کردیم یه عالمه حق انتخاب داشته باشیم و همیشه هم بخوایم بهترین رو انتخاب کنیم عادت داریم دیگه تو همه چی میخوایم بریم دیگه بهترین حالت رو انتخاب کنیم که وجود هم نداره و اگه بکنیم و میگم با سرش داریم به این فکر میکنیم که اگه فلان چیز انتخاب کردم چی شده بود اون یه ویژگی داشت که این نداره فلان ولی یه حالت دیگه هم هست اون نوع نگاهه که اینجوری باشه که حالا در یه, یه کیفیت کمینه یا داشته باشه که در واقع نیازهای ما رو برآورده بکنه ام. با همون راضی باشیم خودمون رو خفه نکنیم با هزار تا مورد مختلف الان هم مثلا این فروشگاه آنلاین دیجی کالا آمازون میخوای یه کالا بخری میری ریویوار هم میخونی مثلا آدم نظره دیگه اونجا میفتی توی یه گرد آب گرد بادی که میبرتت البته الان آمازون خیلی باب شده که ریویو خوب و ریویو های بد فیک زیاد آره ریخته توش و اونم الان یه موزلی شده حالا نمیدونم چه تصمیم میخوام براش بگیرن ولی ریویو که میری مثلا رو یارو هم میزنی میبینی یارو آدم وریفاید شده است معتبر قبلا خریدی نکرده ولی واقعا فیک اون ریویو که گذاشته اینا هیچ کمکی نمیکنن به این یه چیزی چیز دیگه هم که خیلی سخت میکنه آدم بعضی بعضی حالا من خودم شخصا اینطوری من میخوام ایزی بخرم سعی میکنم اینطوری بهش فکر بکنم که من خب برای ایزی میخرم میخوام خودم رو برای آینده گارانتی بکنم مثلا برای پنج سال آینده گارانتی بکنم این اینم یه موزر دیگه از یه فاکتور دیگه اضافه میکنه به اون دروازه‌ای که داری بهش فکر میکنی دیگه میخوای فکر بکنی که خب من الان اینو میخوام بخرم برای سه سال آینده من میخوام کار بکنه میخوام اینجوری باشه که مثلا جواب سه سال آینده من بده و از موقع تو همه قضیه تکنولوژی نمیشه دیگه و اینقدر انقدر مورد جدید میاد مرتب <تصفح> که اصلا میمونه نقطه... آدم. آره وجود نداره این داره زخم ایمان زخم شده بعد براتون بگم که نصف قیمته دو برابر پرفورمنس واقعا اون قیمتش نصف چیزی نصف، که نصف بهترینه نصف فلگشیپه من تازه بهترین خود رو شکر نگرفت خدا شکرت خدایا مرسی آره چیز گفتم به شخصیت آدم و بستگی داره که تو میخوای همیشه مثلا بهترین انتخاب کنی یا یه چیزی انتخاب کنی که راضی باشی به جنس چیزی هم که انتخاب میکنی بستگی داره مثلا حالا کامپیوتره که سه چهار سال فوقش بخواد برای تو کار کنه من. یا یه چیز بلند مدت تره شریک زندگیت دانشگاهت کاری که داری انجام میدی اونجا دیگه خیلی قضیه میتونه پیچیده تر بشه و حالا این تیمای مارکتینگ که کمپانیا دارن اینا قطعا روی این ویژگی‌های اخلاقی انسان ها خیلی زیادی میکنن مطالعه میکنن و همینا رو درآوردن بله و من حالا باور دارم که این ایجاد حس نارضایتی یکی از در واقع استراتژی مارکتینگشون آره یکی از استراتژی مارکتینگشونه که اپل مثلا تو یه کار خوبی که کرده اینه که به جای که هزار تا مدل داشته باشه قدیمی داشته. مثلا نوکیا 500 تا مدل داشت خب اپل مثلا خیلی تعدادش گمتره رفته بالا باز بردتش بالا ولی کاری که میکنه که به تو آقا من هر سپتام دارم یه محصول جدید میرم که تو بهترین گوشی هم که پارسال خریده باشی ناراضیت میکنم <مازم> من مطمئنم روی اینا تحقیق انجام میشه صحبت کردیم پلند رو در موردش اپیزود رفتیم اون آره اون حالا واسه اینه که کهنه که بشه نه این قضیه بود روانی شما دارم <مازم> میگم <دم. يعني مازم> یعنی بازی با ذهن تو میکنه تو از گوشید ممکنه فقط مثلا توی اینترنت مثلا وب براوزر بری یه دو تا اپلیکیشن بکنی همین ولی مثلا میاد به تو میگه این سی انقدر سریعتره اصلا تو ممکنه شل بشی صد درصد به <تصفح> کارت نمیاد اونقدر سری. انقدر مثلا رم گوشی تو 500 گیگابایت مثلا درست رام حافظه داره نمید آها حافظه من نه برای منه که من داره کاملا هم ازش استفاده آره آره. اگه ببینی داره الان رکورد میکنه او مثلا یه امکاناتی رو بتونه لزوما ممکن ازش استفاده نکنه ولی ام. یه یه خواسته یا توی تو به وجود میاره که قلقلک است دیگه, دیگه من باید برم مثلا سپتامبر عوض کنم بعد از اون بار مثلا خیلی جای دیگه زندگی من داره میلنگه ولی این گوشی رو مجبوریم بریم عوض کنیم من مطمئنم این تیمای مارکتینگ کار با با ما ماها دارن میکنن صد در اون داکیومنتری هم که ایمان راجرش حرف هفت زد فکر هفته پیش بود در سوشال دلیما من دیشب دیدم دقیقا راجع به این حرف میزنه اینکه به قول تو این داده هایی که دارن این ما رو خوب میشناسن همینطور اینا رو پرت میکنن سمت ما که ما رو به اون مسیری که میخوان سوق بدن و ما بیافتیم تو اون تله و تکنیک های مختلف دارن دیگه اگه مثلا ببین یکیش کار نمیکنه دومی رو مثلا دیپلوی میکنن اگه ببین دومی کار نمیکنه انقدر یارو تکنیک داره که دیگه به هر حال تو رو میکشونه اون وسط دیگه, دیگه من دیگه هل... که اینجا اینطوری وایس <متحن> بیا بیا <متحن> همین دیگه ما مثلا یه چند ساعت میریم میخونیم یه چهار تا تکنیکشون رو در میاریم اینا تکنیکایی بله. که دیگه خز شده اومده بیرون مطمئن بله. مطمئنا اونا حالا با امکاناتی که دارن بودجایی که دارن یا عالمه تکنیک دیگه از الان ما رو از خودمون بهتر میشناسن اون تمام که تو اینستاگرام به من میدن دیگه قشنگ <applause> میدونه تو فلان مثلا ویژگی با این درجه انحنا مثلا همه چی یا در خودت بهتر بله عالی شد این نشون میداد که مثلا رو هر عکسی یا هر فیلمی چقدر میمونی و اره. نمیدونم تو این بود نشون میداد یا یه چیزی که خوندم میگفت ولی تو اینم میگفت زوم که میکنی اون دایرکشن های زوم و اینات هم میفهم بله. می یعنی اصلا دیگه آدم دیگه تو خونه خودش هم دیگه شما یه عکس میبینید زوم میکنید مثلا رو دست طرف پس دست بهت نشون میده من فقط رو دست دست و انگشتان آره دیگه زانو زانو انگشت خوزک <applause> خلاصه آره بریزید بیرون خودتون ها. دیگه داستانی که انتخاب از یه حدی که بگذره حالا دیگه دیوونه شد اون پیدا کردن بس با این اپیزودو میگن گلوبال اکسترمو یعنی نقطه بهینه کلی پیدا کردن اون غیر ممکنه بلد. ما باید یه دنبال یه چیز دم دستی باشیم که آقا نیاز من رو فراهم کنه و همونجوری که آقای شارتز هم گفتن شارت. کلید خوشبختی که شما سطح انتظار تو بیاری پایین نخوی خودتو خود خفه کنی حالا من الان دیگه برم عالی بشم برم مم. اونجا بهترین انتخاب ممکنه رو انجام بدم یه چیزی که راضی کنه رو انتخاب کنیم ولی انتخاب کردیم بهش کامیت کنیم بهش وفادار بمونی و همونجور که هوشنگ توی اون قسمتش گفت مداومت به خرج بدیم توی اون انتخابی کردیم هی نخواهیم عوض کنیم یه بگم من معمولا وفادار اونا به من وفادار <applause> نمیمونن یعنی چطور؟ این جی به من وفادار نموند بعد زد یه زد. هفته استفاده کرد جدید به شما تا اوقعی که من آمد. 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 نه روز نه روز که چی؟ چی چی, چی؟, چی من چی؟ یه کامپیوتر خریدم که کامپیوتر خیلی مناسبی بود برای نه روز پیش <applause> بعد خب جی پی یو موقعی که میخری خب لول های مختلف داره خفن ترینش 2080 تی آی بود که هست هزار و مثلا 500 دلار یو اس دی که من نگرفتم گفتم خب من اصلا به درام نمیخوره یه لول پایین تر 2080 سوپر گرفتم که این دور بره مثلا هزار. آره دور همون قدره آره 500 دلار بیشتر بود آره 500 یو اس دی بیشتر بود دلار هزار بگیم نه روز بعدش یه جمعه آره یه چیز اومد یه دونه کنفرانس اومد از انویدیا که گرافیک کارت گرافیک های جدید رو ریلیس کردن و که سری سیه سی, سی هفتاد که اساس هشتاد ول کن سی هفتاد دو برابر سریع تر از مال توه از آها. تی آیه قوی تره. قیمتش یک سومه فور نایدی 500 دلار 500 دلار آخ مال من... چی 380 برابر از مال خفن قوی تره فکر کنم 6 برابر از مال من با قیمتی که من خریدم سی نوود هم که دیگه بلد. از اون فکر کنم هشت برابر قوی تره از خفن ترینه با همون پرایس یه سال اینا هر چند بار یه بار این سایکل تکرار میشه اون دیگه چند <تصفح> یه 5 6 سال یه بار من افتادم تو سایکل <تصفح> هر چی کاری ما دست گذاشتیم روش شکست خورد تو سایکل اینا دو جمعه ریلیز شد تو دو سه دقیقه کل دنیا شد یه چیز دیگه هم بگم که دیگه اصلا کلا بریزی بیرون احتمال تا هفته دیگه سری چهار رایزن هم میاد بیرون چیز جنریشن چهارمه رایزن تو الان جنریشن چند سوم چرا که خیره یعنی دیگه بالا عالم یعنی کامپیوتری که تو چند هفته پیش خریدی مثلا x دلار الان میتونی با x چهارم نه x دوم x دوم میتونی همینا کلیتشو باش. هنوز نه هنوز حالا جالبش اینه که ولی با اکس میتونید مثلا چهار برابر سریعتر شه را خ... ح... آره راحت میتونم خ... چهار برابر سریعتر شه خود این نمک ها رو دو با جوهر نمک بشه من شروع کنم من کم شخصیش میکنم او ببین ما وقتی خوب اومدیم کانادا من اصلا این شخصیت که الان دارم رو نداشتم خواهده به این قسمت انتخاب و اینا بعد خب حالا به علت اینکه ما یه سری چیزها رو نمیدونستیم بلد نبودیم زندگی در کانادا و در یک کشور دیگه خب با قواعدش منظورم اینه از کجا واقعا مثلا خرید بکنیم اینا فرادا رو داره میگه و... به زیاد واقف نبودن و خب مثلا راهنمایی های اشتباه به ما شد و ما باعث شد که یه استارت سختی رو داشته باشیم و یه سری مثلا خریدای چیز میخوای بگی نه نه من دارم به خریداتون فکر کنم بعضی خریدای مناسب یه سری خریدای اشتباه کردیم حالا از حتی ماشین گرفتیم خیلی خیلی خرید خوبی بود مثلا خیلی بزرگیه تا حالا مثلا دیگه میاد به مبل برسه و چیزهای معمولی روزمره برای استارتی زندگی جدید حالا توی کشوردی بعد اینا هرچی پیش رفتیم مثلا یکی دو سال گذشت اینا هی فهمیدیم که آقا مثلا چه تصمیم بعدی گرفتیم میشده این کار رو بکنیم چه مثلا حالا اون همش از دانش کم ما و عدم آگاهی بود که ما باش اومده بودیم یعنی اگه ما قبلش قشنگ فکر کرده بودیم یا حالا بیشتر تحقیق کرده بودیم راجع به همین چیزهای کوچیکی که خب الان خیلی میکنن اون ضررهای حداقل مالی رو متحمل نمی شدیم بعد من خب خیلی رف رو اصابم این که تصمیم اشتباه تصمیح اشتباهی که ما گرفتیم و از رو عدم ناگاهی بود و ندونستن و سرچ نکردن عدم آدم ناگاه میشه آگاهی منفی در منفی چقدر به ما ضربه زد و حالا ما رو رادیکال تمام عقب انداخ حالا بعد. به قولی بعد اینا هی گذشت گذشت بعد من هی با مثلا یوتیوبرهای مختلف عصبی شده خب با یوتیوبرها بلاگرهای مختلف حالا در های مثلا تکنولوژی و اینا آشنا شدم دیدم دیدم بابا اینا اصلا میخوان خرید بکنن چه پارامترهایی در نظر میگیرن چه مثلا هم پولی همین که ببینن چه خدمات پس از فروشی داره و اینا بعد خب علاقه به ماشینم داشتم راجع ماشین رو فهمیدم دیدم مثلا آدم میخواد ماشین بخره چقدر باید مثلا تحقیق کنه درآمدش رو به سنجه ببینه میخواد حالا اینجا آب... لیس و آپشن لیس و فایننس هست بکنی بعد اصلا چونه زدن به چه صورت و اینا بعد اینا هی من هرچی اینا هی بیشتر یاد گرفتم تو تصمیمات خودم شروع کردم اینا رو و دارم میکنم تا همین امروز مثلا هم. واقعا یه مریضی شده استفاده من. میکنم آره هی خواستم اینا رو یعنی اینا رو اجرا میکنم و سعی میکنم که مثلا تصمیم عاقلانه بگیرم که یهو ضرر نکنم و هی تو خودم میاد تو ذهنم میاد که آقا ما ای که یه بار این اشتباه کردیم من دیگه اصلا جایی برای اشتباه ندارم من که این همه اطلاعات در دست دارم و مثلا دیگه ادعا میشه که آقا میتونم دو تا کلید بزنم رو کامپیوتر هرچی میخوام پیدا کنم و باید تا جایی که میشه تصمیم درست رو بگیرم بعد مثلا رسیده به اینجا که من میخواستم چند هفته پیش کفش بخرم رفتیم مثلا چند جور دیدیم اینا کفش مورد علاقه هم پیدا نکردم با اینکه مثلا به گفته اطرافیان بود چند تا مورد کم پیدا کنم اومدم خونه از نایک پنج جفت کفش سفارش دادم از آیداس چهار جفت مریضی دیگه نه 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 میخواستم از یک میخواستم یکی انتخاب کنم که بیاد خونه آره بعد اینا اومد اه... من هیچ کدوم از اون نه نه جفتی که اومده بود نتونستم انتخاب کنم به هر کدومش یه ایرادی گرفتم ده مریضی ده <تصف> <تصف> بعد پس تا حالا شانس هم گفت که اینا می اومد می کرد تو پاچه من تو شک من روی از خود کرد نه چون که می دونستم این 18 سال دیگه پول نمیداد بهت چون میدونه سای مشکل دارم قبلش کلی تحقیق کردم باشون ایمیل کاری نکردم که اگه من اینا رو به هر دلیلی دوست خب <تصفح> به داد من داری به حال خودم. خودم. تو که پول تو پس <تصفح> گرفتی أو. آره خلاصه میگم من از همچین جایی میام که مثلا یه حالت ترامایی دارم حالا به خاطر شرایط زندگی که داشتیم چند سال پیش نه که حالا آره شرایط خیلی بدآوری به خاطر تصمیماتی که گرفته شد و همه تصمیماتی که الان دارم میگیرم و این راه اشتباهی که پیش در پیش, ب... بب... چی در, پیش در, در پیش, گرفتم و بفیش گرفتم از اون میاد ولی باید تغییرش بدم یعنی ای هم خودم اذیت میکنم هم اطرافیانم هم... و راهش یکی از بی حسله بشی من حوصله ندارم اینجوری برم بگردم مثلا 18 تا چیز رو مقایسه کنم باید یه جای ذره حوصله داشتم شاید میتونستم بفهمم داره می옴 است یه ذره حوصله مثلا... <applause> بیشتر بود می‌فهمید <applause> که <applause> مثلا تلویزیون میخوای بخری بین اولد یا <applause> معمولی کیولت کیولت داره کرد بعد کیولت و اولد الان قراره بعد 4K بود الان 8K اومده 8K خیلی وقت اومد بعد نه کوالتی با... خزینه خوب... آه... مناسب مناسب شده که 8K آره دیگه الان نسبت به اونایی که 4K پیش اومد قیمتش ماده فاینت بعد اینکه الان این اولدا داره آروم آروم آپگرید میشه به اولدای خیلی بهتر نمیدونی این آپگریده که اتفاق میفته نگیم دیگه نگیم. نگیم نگیم میگم دیگه از کفش من گفتم که با کفش چه داستانی دید. دید. بوده دیگه شما تعمین بدین بوده. به بقیه داستان ها من اصلاً الان از الان نگران اینم هر موقع میخوام ماشینم رو عوض کنم برم یه گوشه قایم شم فقط دعا کنید دیگه ایشالا که ما مارید. بس کن چون واقعا استرس گرفتم من هم زیادی الان بهم نشستش به خاطر این نو روز نه روز این با تو کار میکنه اونی که خر نداشت خیلی راحت بودیم آسود منم که خر نداشت بله رو بدید به راحت دیگه آره من خر من هم راهش اینه که سطح انتظار رو بیارید پایین بله ان شاء الله میاریم پای اگه تغییری حاصل شد خدمت اطلاع میدی میخوای چند تا توییت بخونی ای شما قرار توییت بخونی نخونی نه فکر کردم کنکل شد نه فرضت قرار بود که این آخه یه ذره وقت ما رو گرفت که آماده بشه نداری چیزی اه چرا اه کیمیا نوشته در حالی که دارم برای دهمین ده بار ایمیلمو میخونم ببینم غلط نباشه دارم به اپیزود کمالگرایی خودکس گوش میدم خندیده اه. بعد زیرش تو بره نوشته همین الان به این فکر میکنم که چرا دو دو دارم گذاشتم یعنی همین توییت هم ایشون بعد چیز یه خیلی درگیری پیش اومده روی فرزاد فرزاد خیلی داره میمای بدی ازش میاد یه یاده واقعا میم نه دوستی از مشتبا فکر مشتبه. میکنم موج موج آره خیلی میم درست میکنه از ما و میذاره و عکس اون الان خیلی اینطوری که از عکس های ما به عنوان میم استفاده میکنن یه دوستی بود یه فیلتر تلگرام فیلتر اینستاگرام گذاشته بود رومون منو کچل کرده بود آره. کرده بودن گذشته گذاشته بودن این رو به منم بدید هست میفرسته روجین توی گروه هست تو گروه فرسته تو گروه خود هست حالا اگه من این کار من... <applause> سیخ بود که تو من فرو داره ولی به هر حال دمتون گرم ما خیلی خوشحال میشیم از این اتفاقایی که میفته این تعاملی که به وجود میاد آها من اینم بگم فکر کنم همه به غیر از حالا کسایی که خارج از ایران هستن که نه فکر کنم همه کسایی که داخل ایران هستن گرفتن تیشرت و عکساشون هم داره میاد ما حالا عکس ها رو من میذارم آره یعنی استوری میکنه یه کار آره آره نه نه, نه فقط آره. خواستم بگم که این اتفاق افتاد دم همه کسایی که به ما جواب دادن گرم امیدواریم که دوست داشته باشید و اینکه اتفاقای بهتری قرار بیفته داریم تصمیم میگیریم که به افرادی بیشتری بدیم داریم یه سری مایلستون برای خودمون میذاریم که بتونیم تعاملمون رو با عزیزان بیشتر بکنیم بله چیزی دیگه ال... داری؟ بله ببود. دو دیگه الهام گفته یعنی کافی حالم گرفته باشه میرم خودکست پلی میکنم قشنگ میشوره میبره مرسی که هستین و این حرفا رو شما مرسی هم. که داری علی رسا گفته برای اولین بار یه اپیزود از خودکس رو تو یوتیوب دیدم چه هم مفرح بود خدا صد صد و بیس سال دیگه نگهتون داره و پادکست داشته باشین یگانه هم گفته اپیزود جدید خودکست در مورد کمالگرایی داره میگه کمالگرایی یکی از چیزای یکی از چیزایی که بیشترمون به خاطرش لذت موفقیات کوچیک رو ندیده میگیریم و از کنارشون میگذریم برای من باحالترین قسمت اپیزود قسمتی بود که در مورد اینکه کی باید کمالگرا باشیم و کی نباشیم بحث میکردن آره دعوتون گرم این توییت ها و این مسیج هایی که میاد خیلی کمک میکنه دیگه همون پاداش هست همون فیدبک هست که ما هر هفته میگیریم و به ما دوباره انرژی مضاعف میده که بریم تحقیق رو کنیم یه موضوع دیگه در بیاریم و برگردیم با موضوعات جدید دیگه درسته بریم دکمه ما رو میزنیم ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست ما رو میتونید از اپل پادکست، گوگل پادکست، از کاس باکس، از اسپاتیفای، از انکر و تمام پادگیرهای مختلف گوش بدید. ما رو به صورت تصویری میتونید توی یوتیوب تماشا بکنید. حتما بیاید اونجا به اون سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، برامون کامنتاتون رو بذارید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم. فعلا خدافظ. خدافظ.